پس از آن که 120 تن همراه با 60 موتر انتقال زغال سنگ از سوی مخالفان مسئله دولت در دره صوف ولایت سمنگان به گروگان گرفته شدند، مسئولان این ولایت می گویند که این افراد در بدل پول رها شدند. همزمان با این رانندگان می گویند که این گروه از آنان تعهد گرفته است که ماهانه در بدل هر موتر 7000 افغانی اخاذی بپردازند. این رانندگان تاکید می ورزند که روزانه تا 200 موتر زغال سنگ بارگیری می شوند. طالبا که ما اینجا خرج مصارف داریم، دیگه داریم موترهایی که میره دیگه باید مای 5000 یا 6000 پا ما یک چیز مالیه اوره، مالیه بیته که ما یک چی کنیم دیگه، اوشور بیته که ما همزیرا شما برین دیگه شما رو کار ندارم. هر موتروانی باید 7000 پا بیده که ما از این بعد به اینوانی راجستر که نه ما یعنی کار نداریم دیگه، تو برو می مال داد که چی ماهانه باید 7000 روپیه بده. 200 متر این طرف کابل میه، 200 متر چند میشه؟ خب این پول تا کجا میشه؟ این پول پس امو مواد انتحاری و انفجاری و من چی نو اضافه میشه به قوت نو اضافه میشه کی طالبا خازی منه برادر جنی مردم هم که مجبور بیده. خب امنیت میه واکه است زور در برادر یک جایی که فهمیدیم دولت بره فهمیدی واکم میشه. در همین حال برخی از نمایندگان مجلس تاکید می‌ورزند که اگر حکومت به وضعیت امنیتی دره صوف توجه نکند، این ولسوالی به دست مخالفان مسئله دولت سقوط خواهد کرد. اخاذی‌ها هم از طرف طالبان شروع شده و ما خوفی ازیر داریم که طالبان ولسوالی دره صوف و سرک عمومی ولسوالی دره صوف که به مزار وصل میشه ایره بیخی طالبان نگیرند و مردم به خاطر حل مشکل خود، به خاطر ایزی که تهدید و اذیت از طرف طالبان نشوه، اینا مجبور هستند که برای طالبان باج بدن. خواستیم نظر وزارت معادن و پترولیم را درباره چگونگی استخراج معادن زغال سنگ ولایت سمنگان و چالش هایی که در این معادن وجود دارد داشته باشیم، اما با تماس های مکرر موفق به این کار نشدیم.